سقفی برای زندگی، دغدغه‌ای که سالهاست جوابی به آن داده نشده است. قیمتها از دیوار راست بالا رفتند و مستأجرهای خانه به دوش در حیرت اجاره بها میخکوب شدند. هر دولت از ظن خود به موضوع مسکن ورود می کند و با تزریق مسکنی موقتی از زیر بارش شانه خالی می کند. کار در تهران به پشت بام خوابی کشیده شده است. هر شب 50,000 تومان. در کرمان اما هنوز کار بیخ پیدا نکرده. ولی افزایش نابسامان قیمتها زنگ خطر را به صدا درآورده است. دولت از یک سو با تحریم ها دست به یقه است و از طرفی کرونا به جانش افتاده. مجلس مخالفان دولت هم آش فعالیت را برایش شور کرده است. قیمت زمین و مسکن ظرف یک سال حدود 100% افزایش پیدا کرده. خط و نشان دولت هم برای جریمه مهاجرها نتوانسته بازار رهن و اجاره را آرام کند. فرقی نمی کند کدام محل را برای سکونت انتخاب کرده اید. برای اجاره آپارتمان زیر 70 متر بسته به محله و سال ساخت باید پی 10 تا 60 میلیون ودیعه و ماهیانه 500 تا 1 میلیون تومان را به تن خود بمالی. برای اجاره آپارتمان بیش از 90 متر هم حرف از 50 میلیون پول پیش با اجاره 1 میلیون و 200 در محله های شهاب است تا 300 میلیون رهن کامل در محله های 1001 شب و شفا. اینم بلوغش یه 10 روز پیش مناسب بوده، ممکن الان اسم بیشتر هم توی شفا و تو شفا هم صحبت از 400 هم میکنن، 380 400 470. بازار فروش آپارتمان اما ترسناکتر است. دلال زیاد شد در مثلا 4-5 میلیارد هم تو میدونست، دقیقا 1 میلیارد 3 سال پیش، یعنی 7-8 میلیارد امروز 1 میلیارد 3 سال برای خرید یک آپارتمان 75 متری در پارک مطهری که سال 91 ساخته شده باید متری 5 میلیون و 600 هزار تومان پیاده شد. اما اگر نیت سکونت در خیابان امام جمعه را داشته باشید، آپارتمان 15 ساله متری 11 میلیون تومان آب می‌خورد. 9 تومان 10 تومان بی‌معنی‌ده. خب تا 12 تا 13 تومان قیمت. همتی فرق میاد یه رو 8 تومان 8 و نیم 7 و نیم اینا. اینجا بخوای بگیرید که متر 9-9.5 10 تومن قیمت میکنه. با این قیمت هایی که امروز دارم میرم بالا، حساب 1.5 حد اول 1.5 راهش. 1.5 ما واحد داشتیم اینجا هنوز هم هست. متر 9 تومن بود، الان کراش متر 12. 1.5 تا. آچه. 3 میلیون یعنی متری اضافه تر کن، 500 متر خونه باشه میشه 300 میلیون. مشکل مسکن هم درمان ملی می‌خواهد و مسئولان استانی توان تأثیرگذاری بر قیمت آن را ندارند. لااقل زمان مشخص کرده که از قدرت آنها خارج است. هرچند رئیس مجمع نمایندگان استان از راه اندازی نهضت مسکن در استان خبر داده، اما همان پروژه طرح ملی مسکن شهر سیرجان که حوزه انتخابیه آقای حسن‌پور است به علت عدم تأمین آب روی هواست. دکتر محمد جواد فدایی هم روز 18 تیر ماه در جلسه شورای مسکن استان کرمان با اشاره به مشکل تأمین آب برای اراضی پیشنهاد شده به منظور اجرای طرح اقدام ملی مسکن گفته، واقعیت این است شهر کرمان آب ندارد و شبکه نامناسب است و در حال حاضر 310 میلیارد تومان اطراف شهر اعتبار می‌خواهد. استاندار کرمان ادامه داده که بنده فعلا با تخصیص اراضی در شهرهای کرمان و سیرجان مخالف هستم. برای این دو شهر دست نگه داشته تا جلسه کارشناسی برگزار شود و برای مابقی شهرها کار آغاز شود. به هر صورت دولت با طرح ملی مسکن و راه اندازی بازار سهام مسکن و خط و نشان کشیدن برای مهاجرها و بستن مالیات بر خانه‌های خالی مشغول هدایت ماجراست. چیزی که اما کف خیابان‌های شهر و پای درد و دل مردم می شود شنید، آهی است که از بدون سرپناهی حکایت دارد، به امید داشتن سقفی برای سرپناه. برای دنبال کردن ما کافیه این دکمه سابسکرایب را بزنید.